دوباره شما رو خوش آمدید میگیم و تشکر از این که بیننده بودیم. در نیم ساعت ابتدایی آقای نادری را با خود داشتیم، در مورد کمک ها و مساعدت ها به افراد بی بضاعت گپ زدن. در این قسمت در مورد پروژه های انکشافی که یک تعداد از وزارتخانه ها در کل روی دست میگیرن گپ میزنیم که این پروژه های انکشافی بیشتر به کدام استدلال تصویب میشه و چقدر شفافیت در تطبیق این پروژه ها وجود داره و چقدر نیازهای اصلی مردم افغانستان از طریق این وزارتخانه ها مد نظر قرار گرفته میشه، تا اینکه میان پروژه رو تصویب میکنن، طرح میکنن، دیزاین میکنن و بعد از اون در کل منظور میکنن. در این خصوص من مقدمه خیلی کوتاهی را برای شما در ابتدا به خانش میگیرم و بعد از اون صحبت را با مهمان ما ان شاء الله ادامه خواهیم داد. وزارت احیا و انکشاف دهات 45 پروژه را با شوراهای انکشافی قرارداد کرد. وزارت احیا و انکشاف دهات کشور قرارداد 45 پروژه زیربنایی را با شوراهای انکشافی 4 ولایت هممرز با تاجیکستان به امضا رساند. این قراردادها میان رؤسای شوراهای انکشافی و وزیر احیا و انکشاف دهات در تالار کنفرانس های این وزارت امضا شد. وزیر احیا و انکشاف دهات میگوید این پروژه ها برزش بیش از 121 میلیون افغانی در ولسوالی شهر بزرگ بدخشان، ولسوالی های دشت قلعه، ینگه قلعه و چاه آب ولایت تخار، ولسوالی خلم ولایت بلخ و ولسوالی امام صاحب کندوز تطبیق می شود. او می گوید که این پروژه ها در راستای دو هدف عمده، ارتقای استانداردهای زندگی و ایجاد مشاغل جدید و تجارت بین المرزی انجام می شد. به گفته او 20 پروژه از این مجموعه در بخش زیربنا و بقیه در بخش های توسعه اقتصادی، فامیل ها، رشد صنایع دستی و کارهای تولیدی در روستاها به نوعی اختصاص یافته است. در همین حال جاسلین مس، نماینده مقیم برنامه انکشافی ملل متحد در افغانستان، میگوید که این پروژه ها در چارچوب برنامه لیتاکاتو یا برنامه انکشافی ملل متحد UNDP و با کمک مالی اداره همکاری های بین المللی ژاپن جایکا اجرا می شود. او افزود که با اجرای این پروژه ها 450 شغل و 10000 روز کار ایجاد می شود و 85000 فامیل به صورت مستقیم و 850000 فامیل به صورت غیر مستقیم از این پروژه ها مستفید خواهند شد. این در حالی است که لیتاکادو در مناطق مرزی افغانستان و تاجیکستان پیش از این برای تقویت اقتصاد روستایی برنامه های زنبورداری، باغداری و بند برق کوچک را نیز اجرا کرده است. لیتاکاد در نوع خود اولین برنامه در کشور است که از سال 2014 میلادی به این سو در مناطق سرحدی افغانستان، تاجیکستان به هدف بهتر ساختن اوضاع اقتصادی و اجتماعی این مناطق فعالیت دارد و اکنون هم دور دوم فعالیت‌های آغاز شده است. در اخیر این که وزارت احیا و انکشاف دهات همچنین گفت که در هفته آینده 20 پروژه انکشافی دیگر نیست با شوراهای انکشافی امضا خواهد شد. آقای کریمی در این برنامه تاکید کرد که ضمن نظارت بر تطبیق پروژه های جدید این ولسوالی ها، 3 بازارچه مرزی در بیرون از خاک کشور نیز ایجاد خواهد شد. تاکنون 3 بازارچه تجارتی مرزی برای ارتقای اقتصاد روستایی فعالیت دارد. این بود به موضوع امروزی برنامه ما که بالای همین مسئله در مورد چگونگی و شفافیت و پروژه صحبت میکنیم با جناب محترم آقای وحید الله تکل که در استدیوی برنامه اقتصاد ما با ما هستن. خوش آمدین آقای سلام تکل. سلام استدیوی الله لمنه سلام تاست و بیست هست و لیدون کتی. خیلی ممنون. آقای تکل، از زمان ایجاد حکومت ها و در رسون ایجاد کابینه ها و وزارتخانه ها و وزیرایی که آمدن، چه وزارت زراعت بود، چه وزارت انکشاف دهات بود، چه وزارت مالیه و اقتصاد بود، پروژه هایی که در کل آمدن روی دست گرفتن، تصویب کردن، طرح کردن، دیزاین کردن و منظور کردن، چقدر توانست که مشکلات مردم را در روستاها، در ولایت ها حل بسازه و واقعا یک نوید و یک التیام بخشیده باشه درد مردم را در جای های دور کشور. بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی باید خود دا خوشبختی ده چې د ملی وحدت په حکومت کې لومړنی کار چې خلک تر ډیره تر راضی دي هغه اقتصادي برخه ده. مونږ راپورونه هم ګورله که تاسو چې په خپل راپور کې وړاندې کړله، دا هم د ملي وحدت د حکومت یو لاسته راوړنه بللی شو چې په دې کم وخت کې دومره پروژې پلي کېږي. او تېره ورځ مونږ د جاپان سفارت لوري سفیر لوري پروژې ولیدلې چې دوی په بېلابېلو برخو کې د زیانمنو خلکو سره دغه کړلې مرستې اعلان کړلې او نور هم دوی پلان لري چې په دغه برخه کې مرستې اعلان کړي او خلکو سره همکاري وکړي. نو زه په کل کې خلکو ته د دې خوشبیني ویلی شم چې خلک باید نورم د دغه اقتصادي پروژو ملاتړ وکړي او هغه برخې چې په دغو برخو کې چې دوی شکایت لري او نه دي ترسره شوي، هغه مدني ټولنې ته ورته حق ورکړل شوی دی، عامو خلکو ته حق ورکړل شوی دی چې دوی د دغه دولت له پروژو او له نورو کارونو څخه نظارت وکړي. نو په کل کې پروژې ښې پلې شوي دي او د ملي وحدت د لاسته راوړنو څخه دا یو لوی لاسته راوړنه چې په اقتصادي شما از مردم
مردم بنوی تقاضا کردین که از این پروژه ها بیان حمایت بکنن و پشتیبانی را در کالوری دست بگیرن. بر بگردیم به علت اصلی که مردم چرا بیشتر از این پروژه های حمایت نمی کنن و امروز شما فراخوان میتین که بعد حمایت صورت بگیره، علت بیباوری مردم و عدم اعتماد مردم بر تطبیق این پروژه ها و ایجاد تاثیرات این پروژه ها چه بوده میتونه؟ په دې برخه کې ممکن موږ داسې وایو چې مشکلات وي، کیدای شي ځینې مشکلات له امله دې ته نوي واده راشي، یا مثلا ګیلمن وي په اطرافو یا نورو سیمو کې چې دوی ته ځینې پروژې نه دي پلې شوي. دا مشکلات هم شته. موږ په ټوله کې نشو ویلی چې ملي واده حکومت ټولې پروژې په سم ډول ترسره کړي دي یا یې پلې کړي دي. مشکلات به وي. تاسو د افغانستان وضعیت ته ګورئ چې په هره برخه کې مشکل شته، نو طبعا په اقتصادي برخه کې، اقتصادي پروژو کې د امنیت د نشتون له امله، یا مثلا نور غن ستونزو لامل به مشکلات وی. نو دغه الهتونه کیدلی شي چې خلک ځینې بی باور شوی دي، یا مثلا فاصله پیدا کړی دي د دوه پروژو ګراف. امین، مشکلات را شما در تطبیق پروژه ها بیان کردین که این مشکلات وجود داره، چه قدر است؟ آیا تا حد نگران کننده این وضعیت نابسامان در تطبیق این پروژه وجود داره یا خیر؟ څومره چې موږ معلومات لرو یا موږ آگاهی لرو، د پروژو په تطبیق کې هغه سیمې چې ناامنې دي یا ټول په دې پوهیږو چې په هغه سیمو کې د پروژو تطبیق ستونزمن دی یا دشوار دی، نو هلته نه دي پلې شوي. نور په هغه سیمو کې چې مثلا امنیت شته دی، یا مثلا نظارت وجود لري، خلک لږ راویښ دي، مدني ټولنې د هغې نظارت کوي، یا مثلا غوښتنه یې کوي، خلک په خپله دغو پروژو د پلي کولو. لکه تېره ورځ موږ د ترو نیوز نه یو راپور ولیدی چې په نازیان ولسوالۍ کې د ننګرهار یو ولسوالۍ ده چې هغلته خلک اوس امنیت جوړ شوی دی، اوس په خپله خلک غوښتنه کوي له دولت څخه چې تاسو موږ ته پروژې راوړئ چې پروژې پلي کړو. یعنې دغسې چې خلک ویښ وي او بیدار وي او امنیت موجود وي، بیا پروژې پلي کېږي. نو نگرانی په هغو سیمو کې ده چې یوازې امنیت نشته، مثلا مشکلات دي، خلک طالبه ویره لري د پروژو په پلي کولو کې، هغه خوا ویره لري، مثلا نسبتا خلک هلته لږ ویده دي چې د خپلو حقونو وختنه هم نشي کولی. نو دغه ستونزې شته، هغه هم په ناامن شي. تکلیف یک مسئله ای که وجود داره، از سالهای متمادی تا به امروز میلیون ها افغانی بر تطبیق این پروژه ها به مصرف رسید و ادعای مقامات و مسئولین هم در این بود که ما حتی به جاهای دوردست رفتیم. خب اون جاهای دوردست را اگر وضعیت امنیتی نمیگذاره که تاثیرات بسزا و مثبت خود را به وجود بیاره، در همون ساعت که امنیت هست، در همون مکان که امنیت وجود داره، مقامات حکومت افغانستان است، اردو و ارتش افغانستان است، نظامیان حکومت افغانستان است، این پروژه ها چرا تاثیر نگذاشت؟ اگر ما بریم به جاهای دوردست افغانستان، بریم به ولسوالی های افغانستان بریم که تحت ستره حاکمیت حکومت افغانستان وجود داره، ببینیم که هنوز هم شهرهای ما ویران است، هنوز هم کوچه پس کوچه های ولسوالی ها و شهرهای ما با گل آلود است، همه اصلا مدرن نشده شهرهای ما با وجود مصرف شدن میلیون ها افغانی. واقعا که پختر ما کرده. خب طوله که من گویل سو چه من دست یو کشور یا دست یو هوادیو چه بلا بلا ستونزی شده، امنیتی ستونزی، سیاسی مشکلات. موږ د یو هیواد د پرمختګ لپاره له کومو لارو، ځینې وایي چې مثلا امنیت راشي هیواد جوړیږي، ځینې وایي چې نه ښه سیاست چې راشي امنیت جوړیږي، ځینې وایي چې نه اقتصاد چې موجود وي هیواد جوړیږي. زه وایم چې د ښه اقتصاد، د ښه اقتصادي پلان، د ښه سیاسي تګلارې، همداشان د امنیت دپاره یوه ښه طرحه او پلان، یو مثلا ملاتړ د خلکو، دا کولی شي چې یو هیواد در کنار این مسایل که بنوی توانسته بنوی پروژه ها را به گونه همه جانبه و مفید تطبیق نکنه، موجودیت فساد در دستگاه حکومت چقدر توانسته رول اصلی را در اینجا ایفا بکنه؟ واقعا هغه ټولو هیوادونو کې چې نه تنها افغانستان، چې مثلا ټیټه درجه هیوادونه دي، بیا مثلا وروسته پاتې هیوادونه دي، د فساد مشکل شته. موږ نه وایو چې په افغانستان، د افغانستان په اداراتو کې فساد له منځه تللی دی، یا مثلا فساد نشته. د فساد د شتون له امله دا پروژې ممکن په ښارونو کې هم سمې نه وي تطبیق شوي. خو هغه ما کلي انځور شي در کې، یعنې په کل کې موږ له هغه بحران راوتي، یا مثلا له هغه وضعیت راوتي چې پخوا موږ یو سړک هم پوخ نه لاره، پخوا موږ یو مکتب نه لاره. اوس شکر الحمدلله زموږ مکتبونه په پراخه پیمانه شاګردان روزي، په پراخه پیمانه دولسم څخه فارغین لرو، د پوهنتونونو څخه دومره فارغین لرو چې اوس د کار زمینه ورته سخته ده. نو دا هغه څه دي چې د دې دولت، یا مثلا د تېرو څوارلسو کلونو لاسته راوړنې بللی شو.
نو د فساد شتون شته د فساد لامل کېدای شي ځینې پروژې تاخیر ته شوي یا مثلا نوې پلی شوي. تیره ورځ موږ د غرا پور واورید د مخابرات وزارت چې دوی دغه د پیسو پر راجمع کولو کې مثلا له کومو ستونزو سره مخ شوي دي. نو دلته هم ځینې اندېښنې شته چې د فساد لامل کېدای شي دغه د ریئل ټایم پروژه چې نه تطبیقیږي کېدای شي همدغه علت وي. نو زه وایم چې خوشبینه باید واوسیږو او مدني ټولنې عام خلک له دې څخه نظارت وکړو غوښتنه یې وکړو. کله چې نظارت نه وي موجود د خلکو غوښتنې نه وي موجود خلک راویښ نه شي نو تا بند په فساد همداسې مختبرومیخوشبینی باورمند هستین که وقتی که یک وزارت می یک پروژه هایی را تصویب میکنه و تطبیق میکنه کسانی که میان این پروژه ها را به دست میرن تا این تطبیق بکنن مؤسسات نهادها و انجوها و افراد دیگری که هستن باور دارین که در درون حکومت هستند، در میان وکلا هستند، در میان وزیرا هستند و اینا میتونن به نوعی به زور خود و به سلطه خود و یا به نفوذ خود یک تعداد این پروژه ها را به دست بیارن و برن در ساعت تطبیق بکنن و مبنی بر این که تفاوت بی تفاوت هستن، اصلاحات ندارن و دقت ندارن، مواد بی کیفیت را استفاده میکنن و یا اینکه فساد میکنن نیمه پول را. آیا باورمند هستین که از تطبیق پروژه تا به عقد پروژه و سپردن پروژه به نهادها و انجوها اما به نوعی دخیل هستن، یک زنجیره است که با هم وصل هستن و این همه را میتونن تنها به ایجاد منفعت برای خود بکنن؟ ممکن زنجیری شکل وری خوب طوله که نشی که دلیه داستون زشته چه مثلا خلق یا وکیلان یا مثلا نور انجوگان یا شرکتونه دغه پروژه اخلی و بیرته پوساهو که پا غیر بی کیفیت ډول تطبیقوي دا ستونزې شته او که دا ستونزې نه وای موږ دغه حالت کې نه پاتې کېدو، ممکن ډېر مخته تللی وای. نو دغه نگارانی په ټول هیواد کې امکان لري او شته ده، ځکه خو موږ په دغه وضعیت کې تر اوسه پاتې شوي یو. اما داسې نه شو ویلی چې مثلا سل په سلو کې د یو وزارت د دې سره لاس ولري چې مثلا یو پروژه یو ډلې یا شرکت ته ورکوي او دغه د بی کیفیته تطبیقولو کې دوی ورسره لاس ولري. تشکر، سپاس. وقفی کوتاهی ببینید و سریع خدمت شما برمیگردیم. ادامه برنامه را روی دست خواهیم گرفت. اتصالات ایران ته د اړیکو نیولو غوره بیه درته وړاندې کوي. اوس کولی شي چې ایران کې خپلو ملګرو او یا هم د کورنۍ غړو سره په ډیره ټیټه بیه هره دقیقه په 6.5 افغانۍ خبرې وکړئ. د فعالولو لپاره یو نوی ولیکئ او 3000 ته یې واستوئ. بیړه وکړئ، وړاندیز همدا اوس فعاله کړئ. د غیر فعالولو لپاره PU فاصله یو نوی ولیکئ او 3000 ته یې واستوئ. ورځنی لګښت یو افغانۍ. د اتصالاتو سره راتلونکی ستاسو دی. آیا می دانید؟ ارقوتی نوشابه ها و انرژی های گازدار با حجم 300 سیسی در بازار 36 گرم شکر خالص دارد و مصرف شکر باعث بروز مشکلاتی چون افزایش قند خون، چاقی، پوسیدگی دندان و از کار افتادن دستگاه معده می شود. اسید فسفوریک نوشابه های موجود در بازار برای دستگاه گوارش، گرده ها، پوست و بسیار از اعضای دیگر اثر مخرب داشتند و باعث پوکی استخوان می شود. اتصالات بهترین نرخ تماس با ایران را پیشکش می دارد. حالا شما می توانید با عزیزانتان در ایران با 6.5 افغانی فی دقیقه زنگ بزنید. برای فعال نمودن این پیشکش 91 را با 3378 پیام کنید. عجله کنید، این پیشکش را همین حالا فعال سازید. برای غیر فعال نمودن PU فاصله 91 نوشته و با 3378 پیام نمایید. یک افغانی فی روزانه قابل پرداخت می باشد. با اتصالات آینده از شماست.
دوباره خوش آمدین. آقای تکل، از این به این صحبت بکنین که وزارت احیا و انکشاف دهات میگوید که بر تطبیق پروژه های جدید یک نوع نظارت جدی را در کل روی دست میگیرن. آیا بسندیده هست از دید شما که در کنار این که نظارت از سوی مقامات حکومتی و از درون خود اون وزارت نهادهایی که هستن، کمیته هایی که هستن، اینا هم نظارت بگیرن و در کنار اون کشورهای کمک کننده که پول میفرستن و بودجه افغانستان را تکمیل میکنن، بنای اونها هم نهادها و سازمانها و کمیته هایی داشته باشن تا از تطبیق این پروژه ها بتونن نظارت بکنن؟ واقعا دست جمعی یا نظارت موجود بی نو طبعا نتیجه و پایله خلری، ځکه کچر ته یو ډله لاس ولري په فساد کې خو ممکن هغه څه ډول نظارت کوي خو د دوی په لاس کې ده. که دلته دست جمعی یا مثلا د هغه ټولنې مثلا چې مرسته کوي، هغه کسان چې د دې پروژې تطبیق کوي، هغه کسان چې دا پروژه تطبیق ته ورکوي، او حکومتي چارواکي، بل لوري د مدني ټولنې فعالان، مثلا خلک په ټوله کې یو نظارت موجود واوسیږي، نو طبعا نتیجه یې ښه کیدلی شي او پروژه سمه تطبیق کیدلی شي. خیلی خوب، قرار است آقای تکل از طریق این برنامه و این پروژه‌ای که در کل روی دست گرفته شده 450 شغل و 10,000 روزکار ایجاد شود و در کنار اون 85,000 فامیل به صورت مستقیم و 150,000 فامیل به صورت غیر مستقیم از این پروژه ها مستفید خواهند شد. این اقدام را چقدر مثبت ارزیابی میکنید؟ واقعیت در ډیر لوړ اقدام ده او په دې حساس شرایطو کې، مثلا په دغه حالاتو کې چې د افغانستان وګړي له اقتصادي غټو مشکلاتو سره مخ دي، او تاسو ویل چې مثلا څو کسان چې 450 کسان موخدل کتونه موخدل شي، دومره خلکو ته کار پیدا کیږي، اوس دغه خلکو ته کار پیدا شي، خو د دې ترڅنګ دغه غیر مستقیم ګټه د خپل کورنۍ ته رسیږي، همداشان مستقیم ډول چې خلکو ته دغه مرستې رسیږي. دا واقعیت کې ډیر لوی ګام دی، او زه ستاینه کوم او باید د دې ملاتړ وکړو او نورم دولت ته تشویق شي دغه پروژه سم ډول تطبیق. خیلی خوب، همچنان ما میخوایم یک معلومات خیلی کوتاه در مورد لید کاتو برای شما بیان بکنم تا اینکه آشنایی خوبتر را شما بتونید به دست بیارید. لید کاتو در مناطق مرزی افغانستان و تاجیکستان در کل فعالیت میکنه و پیش از این برای تقویت اقتصاد روستایی برنامه های زنبورداری، باغداری و بند برق کوچک نیز کارهایی را کرده است. لید کاتو در نوع خود اولین برنامه در کشور است که از سال 2014 میلادی به این سو در مناطق سرحدی افغانستان، تاجیکستان به هدف بهتر ساختن اوضاع اقتصادی و اجتماعی مناطق فعالیت دارد و اکنون هم دور دوم فعالیت هایان آغاز شده است. آقای تکل، در کنار این که یک برنامه تحت نام لید کاتو داره در افغانستان فعالیت میکنه، چقدر دیگر حضور این گونه نام ها، این گونه فعالیت ها و این گونه پروژه ها را از سوی دونرهای بین المللی و کشورهای کمک کننده تا مختص و خاص بدون حمایت از کشور دیگر و یا بدون همکاری با وزارت دیگر یا خودشون بیان تطبیق بکنن پروژه هایی را و حضور داشته باشن و بتونن به هر جای افغانستان خود را برسونن، این پروژه های خارجی را شما چقدر سودمند در افغانستان میبینید؟ وقت دوی لمړی خو هر هیواد چې مثلا مرسته کوي خپل منافع په نظر کې نیسي، دوی خپل ګټې په نظر کې نیسي او د خپل ګټو ترڅنګ د خلکو سره مرسته، مثلا یو ان یو یا ملل متحد چې کوم هیوادونه دلته شته یا حضور لري، د غول لوري مرسته چې تر سره کیږي په مستقیم ډول د خلکو سره، دا واقعیت نسبت هغه ته شفاف زر او منظم ډول تر سره کیږي، ځکه کله چې وزارت ته ورکول کیږي دلته تاخير را منځته کیږي، تر هغه چې خلکو ته رسیږي نو زیانمن خلک پریشان وي او تر هغه وخت پورې چې دوی ته دا مرسته رسیږي نو تاخير کیږي. بیا چې یو خو تاخير منځته راځي او بل یو لاس نه چې بل لاس ته ځي بل لاس ته بل لاس ته، دلته د فساد مثلا نورو مشکلاتو دغه فاصله میجاد کی، نو نسبت هغه ته چې وزارتونو ته زی مستقیم ډول دغه شیزه ورته خوش بینم، ځکه دوی سالهای گذشته یک نگرانی که حکومت افغانستان داشت مبنی بر این بود که یک تعداد از وزارتخانه هایی که برایشان بودجه تعیین میشد و یا تامین میشد نمیتونستن تا سقف 50% و یا بالاتر از اون بودجه خود را به مصرف برسانند. هلا تاثیر هم مشکلات بی امنیتی در افغانستان عنوان میکردن. حالا چقدر باور دارین و چقدر حراس از این دارین که برای اینکه وزارتخانه ها بیان خود را به نوعی اثبات بکنن و برای اینکه نشان بدن که ما پول خود را و بودجه برای وزارتخانه ما تامین شده بودین را توانستیم بالاتر از سقف 50% به مصرف برسانیم، کارهای غیر اساسی، کارهای غیر ضروری و کارهای غیر نیاز که نیاز مردم افغانستان نباشن برای اینکه پروژه خود را تکمیل بکنن و به حکومت نشان بدن که پروژه ما بالاتر از سقف 50% به مصرف رسیده، بین این اقدامات رو روی دست بگیرن و پول را به نوعی ایف و مایل بکنن، نتیجه شام کاملا صفر باشن. این نگرانی وجود داره از دید شما؟ دا مشکل خود طبعا نشته، زکه شکل سیا و وزارت شکل بودجه
سم ډول مصرفوي بل وزارت د دې هڅه کوي چې موږ هم دغه بودیجه مصرف کو په داسې حال کې چې دغه وزارت بودیجه د مصرفېدو وړ نه وي مثلا شرایط امنیتي شرایط موجود نه وي پروژه نشي تطبیقولی مثلا بودیجه نشي مصرفولی نو ته څنګه د بودیجه مصرفوي یا مثلا اوایي پروژې پلي کوي دا خو واقعیت د هیواد لپاره د هیواد اقتصاد لپاره د خلکو لپاره یو لوی زیان کېدلی شي او د دې مخه باید ونیول شي مونږ دومره تاکید هم باید د پروژو په مصرف ونکړو چې د دغو د پروژو د زر تطبیق لپاره مونږ لوی زیان کړی وي ځکه دا لوی زیان کېدلی شي هم اقتصاد ته هم خلکو ته او هم دولت ته نو دغه نگرانی ستونزه شته ده او دغه اندېښنې شته دي چې مثلا ځینې وزارتونه په هوایي پروژې پلي شوي دي په ولسوالیو یا مثلا په نورو لرې سیمو کې نو دغه اندېښنه شته ده او د دولت در کل نیاز میبینین که دولت در کنار این که از وزارتخانه ها میپرسه که فلانی وزارت چقدر فیصدی تمارس بودجه خود رو به مصرف برسونه حتی بازجویی و تحقیقاتی هم صورت بگیره که اگر تو 50% پول بودجه ته تمارسی مصرف بکنی در کجا به مصرف رساندی در کدام موارد به مصرف رساندی و تبعات مثبتش را در آینده چگونه میبینی این اقدام و این بازجویی هم از دید شما نیازمند است از دیدتان یا خیر یعنی مطلقا نیم نشوره دا ولی چې موږ وایو چې افغانستان دولت یعنی سم نظارت نه دی کړی مثلا د سم غوښتنې نه کوي چې مثلا وزارتونه نه پوښتنه وکړي چې تاسو په کومه برخه کې دغه کړی دی ما مخکې مو وویل چې یوازې دولت دلته دغه نه دی یو طرف نشي کېدلی مونږ د مدني ټولنو هغه فعالیتونه یا مثلا تګلارې دغه وګورو یا وسنجوو نو همدغه کار دی چې مدني ټولنې له دې څخه نظارت وکړي مثلا مدني ټولنې دې ته تګلارې را پیش کړي وړاندې کړي مثلا په دې لارې په دغه ډول مصرف کوي بل لوري خلک په خپل د دې نظارت وکړي کله چې د خلکو نظارت دلته موجود وي نو هغه پروژه نسبت د ټولو اړخونو نه ډېره ښه پلي کېدلی شي چې د خلکو نظارت په خپله موجود وي نو دولت په خپله هڅه کړې ده او مثلا په رسنیو کې خودی دا ادعا کوي چې مونږ د دغو پروژو نظارت کړی دی مثلا دې ته په پلان لرو یا مثلا تګلار مو ورته وړاندې کړی دی چې مثلا په کومو برخو کې دې دغه پروژې تطبیق کړي او څه ډول نظارت وشي نو زه وایم چې نه تنها دولت باید نظارت وکړي یا مثلا سمه پلان ورته ولري بلکې مدني ټولنې او عام خلک دې څخه نظارت وکړي تر څو پروژې په سم ډول پلي شي او نتیجه یې په خپله افغانان وویني بله یک مسئله دیگر که به نوع بیباوری مردم را بر تطبیق پروژه ها توانسته به وجود بیاره آقای تکل مسئله اصلی در این است که وقتی که پروژه ها تمویل میشه و وقتی که پروژه ها به نهادها مؤسسات و انجوها سپرده میشه یک نوع آگاهی دی اما وجود نداره مثلا مثال رسانه ها دعوت نمیشن که ما از طریق این وزارت این پروژه رو گرفتیم یا اینکه این وزارت این پروژه رو یا خود این وزارت بیای آگاهی بده به رسانه که این مقدار پول از این مقدار پول 50 میلیون افغانی 10 میلیونش را فلانی شرکت گرفتن و قرار است این کار را بکنم همین روند آگاهی دی تا در قبال رسانه ها وجود نداره همین مسائل چقدر بی باوری مردم را میتونه به وجود بیاره ډیر پر ځای پوښتنه زه وایم چې د افغانستان په ډول یو هیواد کې باید دغه شی ډیر معمول وسی کی ځکه چې دلته د خلکو ذهنیتونه دومره نه دي چې مثلا د دوی پروژې د تطبیق څخه غیر مستقیم ډول دوی نظارت وکولی شي مثلا د دوی آگاهی ترلاسه کړي که چیرته رسنۍ موجودې وي مثلا دوی ته مخکې له دې نه چې دا پروژه پلي کېږي یو ذهنیت سازي وشي ذهنیت جوړونه وشي نو نسبت هغه ته چې دوی پوهېږي یا ناآګاه دي دغه پروژه سمه پلي کېږي او دغه خلک به د دې ته واداره کړي چې د دغو پروژو نه ملاتړ وکړي ګورې مخکې تاسو دغه پوښتنه وکړله چې مثلا ولې دا خلک د دې پشتیباني نه کوي ولې ملاتړ نه کوي د دې پروژو زه وایم چې دغه هم یو علت کېدلی شي چې دوی د دغو پروژو د اهمیت او ارزښت سم نه دی آګاه شوي خبر شوي نه دي نو ځکه دې پروژو نه ملاتړ نه کوي یعنې زه دغه سیمو ته تللی یم چې خلکو ته د پروژې نوم واخلي دوی ته یو ډول ویره خپرېږي دوی ته یو ډول فساد دغه کېږي ځکه دوی ویره لري چې هلته د فساد شتون دی مثلا د هغې پروژې په ارزښت سم نه پوهېږي د هغې پروژې په تطبیق باندې دوی سم نه پوهېږي د هغې پروژې نه مثلا نظارت باندې نه پوهېږي که چیرته دلته عامه آګاهي موجوده وي نو دغه یوه سمه لاره کېدلی شي او د پروژو د تطبیق یوه ښه منظمه دغه تګلاره کېدلی شي بسیار تشکر آقای وحیدالله تکل ممنون که آمدین و صحبت کردین در اقتصاد ما خوشحالم سپاس از شما و ابراز سپاس امتنان از شما بیننده گران قدرم که حضور داشتین و بیننده این برنامه در این ساعت بودین ابراز سپاس امتنان از شما با امید موفقیت و بیشتر و کامگاری بهروزی سربلندی شما هستیم ابراز سپاس ادامه برنامه ما را کماکان بیننده باشید
زموږ نوی نسل کولی شي هغه څه چې تر سره کوي باید تر ټولو غوره وي. چپلو هیلو او بریاو تا ورسیږي ژر ورسیږي تر څو چې نوي فرصتونه برابر کړي بیا یې تر سر کړي. تر څو چې خپل غږ د نړۍ هر ګوټ ته ورسوي. اتصالات تاسو ته د 4G غوره انټرنیټ وړاندې کوي. اوس د اتصالات 4G انټرنیټي چوپړتیاو سره ګټون کشي. د اتصالاتو سره راتلونکی ستاسو دی. هموطنان گرامی، برای از بین بردن زنگ زدگی کافی است فلز را 24 ساعت در نوشابه گازدار قرار دهید و به نتیجه مطلوب برسید. نوشابه گازدار می تواند ماده مناسب برای زنگ زدگی آهن، جرمگیری کمود و درخشندگی تایرهای موتر باشد. استفاده از این نوشیدنی پرطرفدار سالهاست توسط برخی از کشورها ممنوع اعلام شده است. اتصالات ایران ته د اړیکو نیولو غوره بیه درته وړاندې کوي. اوس کولی شي چې ایران کې خپلو ملګرو او یا هم د کورنۍ غړو سره په ډیره ټیټه بیه هره دقیقه په 6.5 افغانۍ خبرې وکړئ. د فالوولو لپاره یو نوی ولیکئ او 3.7 واستوئ. بیړه وکړئ، وړاندیز همدا اوس فعال کړئ. د غیر فالوولو لپاره PU فاصله یو نوی ولیکئ او 3.7 واستوئ. ورځنی لګښت یو افغانۍ. د اتصالاتو سره راتلونکی ستاسو دی. پول افغانی نشانه افتخار، اقتدار و هویت ملی ماست.